یک شنبه سالگرد درگذشت استالین بود و کمونیست‌های کهنه‌کار در مسکو برای ادای احترام به او که 64 سال پیش درگذشت به پای بنای یاد بوده او رفتند. اینها کسانی هستند که انقلاب روسیه را که امروز صدومین سالگرد آن است یک پیروزی می‌دانند. امسال صدومین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبره. این سالی که کل بشریت، طبقه کارگر و کشاورزهای زحمتکش در همه جا باید اونو جشن بگیرن. اما در کرملین ترجیح است که این واقع فراموش شود. امروز در مسکو پلیس ترافیک به جای بزرگداشت انقلاب گل به زنان میداد. برای بزرگداشت روز زن، 8 مارس، روزی که در تقویم قدیم روسیه روز شروع انقلاب روسیه است. روزی که در شوروی سابق روز جشن مفصل انقلاب بود. زنان عزیز روسیه، مادرها، مادر بزرگها، همسران، نامزدها، نزدیکترین عزیزان، لطفاً تبریک من را برای روز بزرگداشت زن بپذیرید. امروز ولادیمیر پوتین انقلاب روسیه را برای مردم این کشور یک فاجعه می‌داند. 100 سال پیش امروز بعد از 3 روز تظاهرات خیابانی و شورش مردم که به 300 سال حکومت سلسله رومانوف خاتمه داد، تزار و خانوادش اعدام شدند و راه برای قیام بلشویک ها باز شد و انقلاب کمونیستی. شروع روند ایجاد شوروی سابق که امروز خیلی ها آن را دلیلی برای سالها عقب ماندگی روسیه می دانند. انقلاب روسیه حالا در این کشور به تدریج به فراموشی سپرده می شود. انقلابی که به تعبیر رهبران فعلی این کشور مثل خیلی دیگر از انقلاب‌ها از آن هنگام به بعد به بیراه رفت یا از اهداف اولیش منحرف شد. آزادی، برابری، دموکراسی که خواسته‌هایی بود که مردم را متحد کرده بود، قربانی مصلحت قدرت طبقه حاکم جدید شد.